در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید جلد سوم بخش سوم سودای جنایت بازپرسی به درازا نکشید مطلب روشن بود نه هیچ جای انکار بود و نه متهم چیزی را انکار میکرد ژان کازیمیر یک بار دیگر از پراگ آمد تا در دادگاه حضور یابد هرچند که گواهی آن دو دوست میبایست بینتیجه باشد آنان خود را موظف داشته بودند که به عنوان گواه حاضر شوند وظیفه دردناک برای مارک برایش تحمل ناپذیر بود که خود را در برابر مردم به تماشا بگذارد. میدانست که در چون این جاها همیشه خود را کمتر از آنچه هست نشان می دهد. رمند خویی و غرورش دست و پایش را می بست. و این اندیشه که در روشنایی این صحنه شوم با رفیق پیشین خود رو در رو قرار گیرد و شاید هم با دشنام و سرزنش او سر و کار پیدا کند مایه ی ترسش میشد دلش میخواست بگریزد یا مانند کودکان گوش ها و چشمهای خود را چندان ببندد که کار از کار بگذرد ولی هرچه بیشتر میترسید دلیرتر میشد زیرا از خود به خشم میافتاد پیش برو ترسو و او پیش رفت همه چیز در پیرامون او تیره و تار بود. مارک هیچ چیز ندید. هیچ چیز از ورود خود به کاخ پر هم همهی دادگستری و تالار گواهان به یاد نسپرد. جان کازیمیر که بس آسوده خاطر می نمود او را با خود می کشید و با این و آنگاه سلامی و متلکی مبادله می کرد. با این همه درباره برخوردش با بوشار خیلی آسوده تر از مارک نبود. نوبتشان روی هم زود فرا رسید. کسانی که به سود متهم گواهی دهند فراوان نبودند. مارک هنگامی که به این کندوی مرگ برده شد ساخهای خود را که گویی کیسه های از سبوس بود راست نگه می داشت و دندانها را به هم می فشرد و با خود می گفت، نگاه نباید کرد. خاص او را نباید دیدش. و این او بود که مارک در نخستین نظر دی و همین که دی گرفتار شد. دیگر نمی توانست چشمان خود را از او برگیرد. صدای بیحسله رئیس به یادش آورد که با اوست که حرف می زند. مارک با شتاب به نقشی که از او انتظار می رفت بازگشت. ولی با خاطری چنان آشفته که دیگر نام خود را هم به یاد نمی آورد. خنده از پشت سر می شنی. رئیس دادگاه خنده ها را سرکوب کرد و به لطف مطمئنش ساخت. حالش کم کم به جا آمد. از اینکه گمان می رفت ترسیده باشد شرمنده بود. آنچه نفسش را بریده بود آن پوزه بود. آنجا که برو خیره شده بود. آن چهره آشنا بود که از ضربات سرنوشت و از جمله ضربات پلیس شنان عوض شده بود که اگر نگاه مارک به چشم بیرحم کرگدن برنخورده بود امکان داشت که از آن به تردید افتد ژان کازیمیر خوب دیده بود ولی کرگدن فقط یک چشم داشت بوشار اکنون آن چشم دیگر را یک سر از دست داده بود و نگاهشان یکدیگر را باز شنا مارک متوجه حرکت ناگهانی بوشار شد که خواسته بود از جا برخیزد و بیدرنگ جاندارم ها او را روی نیمکت نشاندند و آن نخستین جهش خشم را در آن نگاه آن یک چشم دی چشمان مارک فرود آمد دوچار وحشت بود به نظرش می رسید که خود گناهکار است و صدای بوشار همکنون او را از پای در خواهد آورد او جهش نگاه دوم را ندیدی بود نگاه خشم دیوانه بار به ناگاه نرم شده بود و چشم سیمون دیگر جز تحقیری دوستانه و زمخت برایش نداشت ولی مارک هر دم منتظر بود که گواهیش با یک دشنام قطع شود و به چند مدتی نیاز افتاد تا آرامش خود را باز یابد سرانجام پس از آنکه کودکانه دست و پایی زد خاطرش از جانب قول یک چشم آرام گرفت و از آن سوی دیگر زیر نیش دردناک پوسخندهای فروخوردهای که به پیشواز ناشیگری های گفتارش میآمد و تنز رئیس دادگاه به جای آنکه مانع شود بدان میدان میداد مارک سرکشی کرد و مانند مردم کم روی به خشم در آمده در دم آتش از دهن باری به یک خیز از روی همه قید و بندهای احتیاط برجست نه تنها به دفاع از سیمون برخواست و چنان چیزی از او نمیخواستند بلکه با شدتی برانگیزنده از او ستایش کرد در نخستین کوششی که برای متوقف کردنش به عمل آمد مارک مانند خروس بچه ژولید پری با حمله به اجتماع پاسخ داد دادستان با لحنی خشک و شلاقی با او به معارزه پرداخت و نکش را چید جا خورده و ناگزیر از پس گرفتن حرف خیش خروس جوان با پروازهای طرح و منگیز بالهای شکستش بار دیگر در مرداب خود در افتاد و دست و پازد و گواهی دنبریدهش بی رنگ و جلا به پایان رسید. هنگامی که مارک سرافکنده پی کار خود می رفت، بار دیگر نگاه شرمندهی به سیمون افکند. چشم سیمون با ریش خندی محبت آمیز به دنبالش بود. پنداری که می گفت، پسرک بی نوا. دست پاشه و منقلب، مارک شجاعانه با سر سلامی به او داد. سیمون با حرکتی بزرگ و آرانه و خودمانی دست بلند کرد و مرخصش کرد. مارک در آشفتگی خیش ندانست که پس از او چه گذشت و قول یک چشم چگونه جان کازمیر را پذیره شد. کینه دیرینه در سمان فرون ننشسته بود. همین که پوزه زریف جوان نرماده را دید تنه اش را پیش آورد و به او او در آمد. به روی دوست قدیمی توفریخ در پانزده کلمه به رسواییش کشید. وکیلش با شتاب میکوشید تا دهانش را ببندد. رئیس دادگاه با صدای رعداسا اعلام میکرد که اگر همچنان به گواهان دشنام دهد بیرونش خواهد کرد. سیمون گستاخانه پاسخ میداد که به او قدغن میکند که خواسته باشد از او دفاع کند و همه گواهان را سگ درگاه میخواند و این یکی را ماده سگ سرانجام موفق شدند که او را وادار به خاموشی کنند و او رضایت داد که پوزخند زنان گوش دهد ژان کازیمیر رنگ پریده بی اعتنا گواهی خود را با گفتاری روشن و شمرده و خونسرد آغاز کرد با واقع بینی بی تفاوتی که همه گوشه هایش حساب شده بود و می توانست در کاستن از بار گناه متهم به کار آید. آن هم با پست کردن او و نشان دادنش به صورت یک روستازاده منحرف یک قربانی پندار شریف و احمقانه دموکراسی که روستایی ناتراشیده را از زمین بر کند و در مدارس ما به چنان تمرین های اندیشه وامی دارد که مغزش بدون خطر نمی توان بدان بپردازد جان کازیمیر گفت که اصطلاح کهنه بارس نویسنده فرانسوی که زمانی مورد توجه بود ری شکن شدگان باید جای خود را به تعبیر درستتر از مدار به افتادگان بدهد و مسئول حقیقی ناب خود دستگاه است نه افزارهایی که او کج و کرده است یک چنین نظریه‌ای خودپسندی نهفته بورژواهایی را که گوش به او داشتند نوازش میداد بسیار خوشایندشان بود که در دل خود این امتیاز را به خود نسبت دهند که امانتداران عقل متمدن ایشانند ژان کازیمیر ضمن سخن گفتند گاه نگاه سرد و زیرکانه خود را روی دادرسان گردش میداد و آن را بیشتاب و با بی بر چهره قرغروی سیمون که از خشم باد کرده می نمود می سرند و چونان برآوردش می کرد که گویی چیزی بی جان است و باز به چیزهای دیگر روی می آورد و به دینسان جمله های کوتاه بی نقص خود را به پایان می رسان. پایان گواهی او را یک جمله آمیز رئیس و امواج خاموش خوشامدگویی همگانی حذیره شد ولی حادثهای نابیوسان روی داد پدر متهم میخواست که دادگاه به سخنانش گوش دهد با آنکه برایش در شهرستان خود برگ احزار فرستاده بودند با شناسایی که به حال او داشتند چندان امیدوار نبودند که این روستایی برای وظیفهای به این ناخوشایندی خود را از کشزارهای پرسنگ و کلوخ خیش بیرون بکشد. اما او در آن لحظه آخر تصمیم گرفته بود و طبیعی است که همه انتظار داشتند که او از پسر خود دفاع کند ولی حتی پیش از آنکه که نخستین کلمه از دهانش بدراید همه تالار به لرزه در افتاده بود. آن دو پدر و پسر در برابر یکدیگر ایستاده با دهانی کج شده و نگاهی وحشتبار به یکدیگر خیره شده بودند باد کینه بر فراز سر همگان وزید. در آن خاموشی مرگبار پیرمرد پس از آنکه دست بالا برد و سوگند یاد کرد به سخن درآمد او مانند پسر خود سنگین و چهارشانه بود یک پارچه چنانکه گویی با تبر تراشیده شده بود بالاتنه ای تبر روی دستها و پاهایی کوتاه یک شوشه و در انتهای دستها ها همچون انبرهایی به پیچ و مهره بسته و پاها که دیده نمیشد میبایست به همان گونه به زمین چسبیده باشد کس به فکر آن نمیافتاد که سر را نگاه کند آن نیز اندامی بود مانند چهار دست و پای او چون این کندهی ای فریاد برآورد کوفتگی صدا و خشم واپس زده مانعش میشد که آرام سخن بگوید آقایان قضات من برای اون نیومدم که از شما بخوام بر این مرد رحم کنید اومدم به شما بگم انتقام منو از اون بگیرید از روزی که از شکم مادر بیچارش که سر زا رفت در اومد درد بیدرمون من شد چیزی جز درد سر به من نداد مغرورتر از اون بود که با دستهای خودش کار کنه از دهقان بودن ننگ داشت ترجیح میداد روی نیمکت ها لم بده و کارش فقط اون باشه که این کتاب های لعنتی رو که پر از کسافته او به اون یاد میداد به هر چیزی که باید احترامشو کرد فوش بده در مغز خودش بچپونه من نمیدونم شما آقایان پاریسیا تو چه فکرید که جوانای ما رو اینجور مسموم میکنید من اگه بودم همه میریختم تو پشته کودم همه این کاغذا و این کمپاک میرزا به نویسا رو دست کم برای دلداریمون میگفتیم که شاید سر آخر این گند و کسابت ها چیزی به بار بیاره لاف میزد که همین امروز و فرداست که وزیر بشه و میبینید چی شده لایق چوبه دار کار از یکی به دیگری میکشه ممکنه اما اون در نیمه راه مونده خوب نگهش دارید دیگه نمیخوایمش مجال کافی داشته که آزارمون بده از میون آشناهاش تو خانواده یا تو شهرستانمون یکی نیست که اون سعی نکرده باشه پول از اون تلکه کنه اگه بخوام همه اون کلکایی رو شهر بدم که این ولگرد بی سر و پا جور میکرد تا مردم رو بدوشه همون کافی خواهد بود که سوار کشتیش بکنید و بفرستیدش به نوبل تنها با من بود که حقش نگره. من میشناسمش سر من کلا نمیره نوبل کالدونی جزیره استوایی در اقیانوسیه که محکومان به اعمال شاقه را سابقا به آنجا می فرستاد. سیمون دهان بس بزرگ خود را باز کرد و به سویش فریاد زد. سرت کلا رفته پیر دیوس. انفجار خنده ای عصبی در تالار درگره. مردم خود را از فشار روحی خیش سبک بار می پیرمرد نشان میداد که تیر به هدف نشسته است بیهوده دست و پا میزد و داد و فریاد میکرد بهتر فهمیده میشد که ضربه کاری بوده است در مشاجره لفظی که پس از آن در گرفت پیش از آن که رئیس دادگاه موفق به برقراری خاموشی شود مردم به آسانی توانستند داستان پرخنده و گریه آور دهکده را پیش خود مجسم کنند داستان تزه پیر را که در خشمی دیوانوار با هیپولیت خود دست به گریبان میشد. تزه پهلوان یونانی نیمه ای که در زناشویی دوم فدر را به زنی گرفت. اما فدر به پسر تزه که هیپولیت نام داشت دل باخت و او را به خود خواند. هیپولیت اجابت نکرد و فدر پیش تزه از او شکایت برد که خواسته است به او دست درازی کند. پسر ناخلف آشیان او را آلوده کرده بود و از آن بالاتر کم و بیش فهمیده میشد که فدر این داستان نه تنها می باید او را به بستر خود راه داده باشد بلکه همچنین بند کیسه شوهر را بر او گشوده باشد اما پیرمرد پادر یک کفش کرده از پذیرفتن آن سر باز میزد اینکه پولش را دزدیده باشند بیشتر به خشمش می آورد تا آنکه زنش را به کار گرفته باشند ولی او ناشیانه هم این را و هم آن را منکر میشد و این خود دزد بود که آن را اعلام می کرد از آن دم دیگر بر همه روشن بود که پدر میوه دل خود را به دست جلاد می سپارد و همه منتظر ماندند انتظار به درازا نکشید وقتی که نوبت سخن باز به پیرمرد داده شد مشتهای گره کردهاش را بالا برد من به این لجم ها جواب نمیدم حوصلم دیگه سر رفته این بی سر و پا رو دیگه نمیشناسم آبروی هممون رو برده از اینکه او رو ششیدم پیش خدا استغفار میکنم آقایون قضات اون در اختیار شماست به وظیفتون عمل کنید من به وظیفه خودم عمل کردم این لکه رو از دامن من بشویید پیرمرد با پیشانی فرود آمده و نگاه تاب خورده یک بار دیگر با همه پیکر خیش به سوی پسرش برگشت توف بر زمین ریخت چرخید و با قدم های تند شاهها به پیش بیرون دوید در حیاهویی که در گرفت شنیده شد که دادستان او را همچون رومیان باستان توصیف می کند و سیمون نعره کرگدن سر می داد و از خنده رود بر می شود. پس از آن میان او و رئیس دادگاه مشاجره ای در گرفت. سیمون می خواست بار کینه ای را که به پدر خود داشت بر زمین نهد پدری که در آن هنگام که او با تنگ دستی و بدبختی دست به گریبان بود با رقبت بیشتری راضی به مرگ سیمون بود تا مرگ بچه خوکش و سختگیری همین مرد خصیص بود که او را وادار به جنایت کرده بود سیمون برای گرفتن انتقام نه فقط میخواست دوزدی مالیاتی پدر را لو دهد بلکه صحنه داستان هرزه ای را که خود با همدستی زن پدر بازی کرده بود بی هیچ شرمی پیش چشمه همه بگذارد مردم در تالار به از این چیزی نمیخواستند که گوش دهند ولی دادگاه میانه را گرفت و با سپر خیش ناموس تقوا را که به دشواری در آن جلسه یافت میشد نه بلکه مجموعه قوانین را فرو پوشان متهم از خود بدر شده با گستاخی از سکوت سر باز میزد به ریش رئیس میخندید و اگر دستبند مانعش نبود امکان داشت که با وکیل خود گلاویز شود برای پایان دادن به این مشاجره ناچار شدند از تالار بیرونش کنند پس از این صحنه دیگر ادعانامه دادستان و دفاع وکیل جلب نظر نکرد سیمون را برای شنیدن حکم به تالار باز آوردند هیچ کس در چند و چون حکم تردید نداشت. دادرسان به اتفاق آرا گفته بودند آری مجرم است در صفای روح و وجدانم بی علل مخففه کیفر اعدام سیمون که به هنگام خواندن حکم یک سر سرخ اما بی بود با اخگر چشم خود هیئت دادرسان را در نوردید و همه شان را با نگاهی خونخوار ورانداز کرد. سپس گفت فقط یک تأصف دارم و آن این که در فرانسه ده دوازده نفر مثل من نیست که شکم همه را سفره کند. همان دم او را از دادگاه بیرون کشیدند و او زوزه سر میداد آدم کشا سرم و پیشتون میندازم بخوریدش. مردم تالار همراه او نعره میکشیدند پنداشتی که دیوانه شدهاند هرگز نمایشی به از این در جانشان چنگ نینداخته بود تئاتر توده حقیقی که آن همه در پی آن بودهاند اینجا بود دست کم رک و راست آدم میکشتند گله سگان اشتباه نمیکرد بوی خون میشنید او او سر میداد زنهایی بودند که نزدیک بود بی افتند و دست و پا بزنند. بی تفاوت طبقاتی، خواهروار کازیمیر مارک را که یک سر رنگ باخته بود با خود می کشید در این میان بت به ایشان برخورد. سخت تحریک شده ناشناختنی و با موجی از کلمات نامربوط که از دهن بیرون میریخت میخندید گریه میکرد در یک لحظه جان کازیمیر که زیر چشمی مراقب او بود به دیدن آن که در آستانه بیهوش افتادن است او را گرفت. روی یکی از پله ها نشان به تقریبا بیدرنگ به آن اندک چیزی که در او جانشین هوش بود باز آمد. اما تحوا به او دست داد. مارک هم چیزی نمانده بود که حالش به هم خورد. آنان موفق شدند که بت را از پلکان به زیر آورند ولی او در آن پایین در گوشه استفراغ کرد. جان کازیمیر برادربار سرش را نگه می داشت. می خواست او را به خانه برساند. ولی هیچ یک از آن دو را نمی توانست به خود رها کند. هر دوشان را در تاکسی نشاند و نشانی بت را داد. ولی بت نیروی نامنتظری در خود یافت و اعتراض کرد. خواست که او را نزد روش ببرند. تایی راه بت یک بار دیگر بالا آورد. ژان کازیمیر او را به اتاق روش رساند سپس پایین آمد و در تاکسی به مارک پیوست او را به اتاق خیش در مهمانخانه برد مارک وا رفته خود را به دست او سپرده بود جرأت آن که دندانهایش را از هم وا کند نداشت اندرونش منقلب بود بیان که بداند چگونه خود را در اتاق ژان کازیمیر روی صندلی راحتیاش دید ژان کازیمیر به او میگفت دراز بکش مارک شرمنده شد بر خود فشار آورد گفت اما خوب بازی کردن پولمون رو دور نریختی ژان کازیمیر فریب او را نخورد زیرکتر از آن بود که با او در این باره به گفتگو درآید نگاهش به قهوه‌ای بود که در یک قهوه جوش قشنگ سفری میجوشید آن را برای تحسین به مارک نشان داد هنگامی که آن دو عطر قهوه را در فنجان خود بو می کشیدن، جان کازیمیر لبخند آرلکنواری بر لب نشاند و پرسید کدام جانور باید باشد؟ مارک شگفت زده تکرار کرد. جانور؟ منظورم جانور بت است. نمیفهمم. هیچ نگاش کردی؟ دختر بیچاره سر و روی نداره لاغر شده. اما نه شکم مارک تعجب کرد فهمید دیگر آن روز از سیمون حرف نزدند پس فردای آن روز هنگام عصر مرد جوانی به دیدن مارک آمد که چهره زشت و ناخوشایند و گرسنگی خورده برای او بیگانه نبود پیش از آن که مارک به هویت او پیبرد دیدار کننده خود را معرفی کرد وکیل سیمون مرد در شیوه بیان خیش چندان ورزیده نبود و گفتارش هیچ به دل نمی نشست. ولی هیجانی صمیمانه از خود نشان میداد گفت که موکلش از تقاضای بخشودگی سر باز زده است و پایان داستان نزدیک است و سیمون که بیهوده از او میخواستند تا وصیت کند درست در لحظه ای که وکیل از پیشش بیرون میآمد او را باز خوانده به او گفته است که از دیدن مارک بسیار خوشحال خواهد شد. مارک به هیچ رو خوشحال نبود. بار دیگر دوچار دلهوره شده بود اما با گلوی منقبض گفت امکانش اگر باشه میبینمش و امیدوار بود که امکان آن نباشد. وکیل به او گفت که اجازه لازم را به دست آورده است و اگر مارک حاضر باشد همکنون میتوان به زندان رفت. یک تاکسی در کوچه منتظر است. نمی توان به فردا اطمینان داشت. مارک برخواست. در این صورت برویم. وکیل آشوب درونی او را میدید و درکش میکرد. در تاکسی وکیل کوشید تا با بیانی ناشیانه ترحمی را که موکلش در او برمی بر زبان آرد. از پیش میدانسته است که امیدی نیست. گرچه برای همین هم بود که وکالت را به او واگذار کرده بودند و او آن را پذیرفته بود زیرا خود با آن نومیدی که تنگ دستی و عتش لذت که هیچگاه نمیتوان ارضا کرد همراه با بیتوجهی بیرحمانه خویشاوندان میتواند یک جوان روستایی منحرف پس از جنگ را در پاریس بدان بکشاند سر و کار داشته بود تلخ کامیش عمیق بود اما نیرویی نداشت مرد شکست خورده مادرزاد بود خوب نبود که انسان زیر سایه او باشد مارک که گوش میداد و چندان نمیفهمید به غریزه از او فاصله میگرفت دستور به زندان ابلاغ شده بود آنان به درون رفتند و دم در سلول وکیل دست مارک را فشرد و تنهاش گذاشت. مارک به درون رفت. گویی در قبر پا می نهاد. روشنایی سفید بیجانی از پنجره بالا که مشبک بود و شیشه تاری داشت به پایین می ترابید. هیچ سایه ای نبود. سایه زندگی است. مرده در گوشه ایستاده بود. به سوی مارک که در آستانه در خشک مانده بود آمد و مارک بی اختیار نیم قدمی واپس رفت چنان که پشتش به در که بسته شده بود برخورد سیمون به وحشت او پی برد و پوسخند زد میترسی؟ بچه جون آروم باش سر تو نیست که قراره ببرن تو خوشبختی سرت مال خودته مارک سرخ شد با شرمساری و درد گفت گمان میکنی؟ سیمون که من دلبستگی به سرم دارم؟ خدایا انگار ارزشی داره سیمون با لحنی ساده و مهربان گفت ارزش چندانی نداره با این همه دو دستی نگرش دار به تو برازنده است با ساقهای از هم گشاده و بازوان فرو افتاده در برابر مارک ایستاده بود مارک که هنوز جرأت نکرده بود نگاهش کند چشم برداشت چهره پهن او را با آن کله تراشیده دید که بی هیچ بد به او لبخند میزد. جهشی عاطفی در او پدید آمد. دستهای ترسوی خود را که پس پشت پنهان شده بود پیش آورد. سیمون دست او را گرفت. بیگاری گندی به تو تحمیل کردم. آه بچه جون میدونستم. برای همینم بود که این کار کردم. شرط بسته بودم سر همین سرم. که نخواهی اومد و اومدی شرط رو من باختم ولی همه چیزش باز برده مارک با صدایی که هنوز لرزان بود گفت سیمون چه کمکی به تو میتونم بکنم؟ هیچی جز همین که اومدی جز این که به من ثابت کردی که هنوز تو این جند خونه یه دنیا که دیگه ترکش میکنم یه پسرک هست که خودش رو هنوز کاملا نفروخته منکر خودش نمیشه منو انکار نمیکنه تو هرچی هم که بلرزی بیفایده است چرا چرا میلرزی همونجور که تو دادگاه میلرزیدی پرده نبودی تو رو ترسوندن و تو هم ترسیدی و زود معذرت خواستی اونچوری که گفته بودی پس گرفتی اهمیتی نداره حال گفتیش یکی و تنها در برابر یک گله گرگ و گربه خسپوش و خوک و این برای پسرک اونقدران بد نبود. از تو ممنون شدم. همه این گله رو که رو هم بذاری باز درستکاری بیشتری تو شیکنبه تو هست. مارک بیشتر سرفکنده بود تا سرف راز. برای اعتراض فاصله نامحسوسی گرفت و با تلخی پاسخ داد از گواهی نامه درستکاریت متشکرم. میخوای بگی که من صلاحیت دادنشو ندارم؟ اشتباه میکنی. پسر جون تو این زمین من خبرم درست کار که میگم منظورم یه گوسفند اخته شده نیست امکان داره که پشمات و تو به چرک و خون آلوده باشی لی تو درست کاری اگه فرار نکنی اگه بزدلانه نگی من این نیستم اگه به پوزشون توف کنی که منم منم که کردم اگه مسئولیت خودتو بپذیری مارک پرسید و تو میپذیریش؟ میپذیرمش و اگه میبایست دوباره همچون کاری کرد بازم میکنم این بار بهتر میکنم مارک سر بحث نداشت چه فایده؟ زندگی چه فایده؟ زندگی یعنی کشتن یا کشته شدن؟ مارک مانند کودکان با دست حرکتی کرد که گویی میخواهد خود را از ضربه ای فریاد کشید. نه. سیمون با لبخند دلسوزی نگاهش کرد. گو ساله شیری. همیشه به باید پستون گاو بدانت باشه. با این همه شاخهای روی پیشونیت داره نیش میزنه. در میدان گاف گاو جنگی همیشه از پیش محکوم به مرگه. خب دست کم سعی کن که نمایش زیبا باشه. دل و روده گاف و برز بیرون. من احمق شاخم و تو روده اسبا گیر دادم. تو به از خواهی کرد و تو برای گفتن این چیزاست که منو به اینجا آوردی قول یک چشم با همه ی قامت خود راست شد و گفت برای چی نه این وصیت من به اجتماع براش یه قول به میراث میگذاری برق شادی در یک تا چشم سیمون گذشت مردمیتر تر شد در مشتهای زمخت خود بازوان لاغر دوست جوان را مالیدن گرفت بیچاره قول کوچولو از سایه خودش میترسه ولی تو هر کار بکنی بیهوده است من میشناسمت مبارزه خواهی کرد خواه ناخواه اون که گاو جنگی به دنیا اومده گاو جنگی خواهد مرد اختش نخواهد کرد ولی این کاری مربوط به خودت من لازم ندارم که به این مسئله بپردازم من اگه از تو خواستم بیای پسر جون برای این بود که دروغ نمیگم اونم تو همچون ساعتی آدم هرچی هم بسکلوف باشه هرچی هم دلش سختتر از مشتاش باشه به مردم کینه به ورزه و افسوس بخوره که چرا نتونسته همه دستگاه رو منفجر کنه در لحظه ای که دیگه میباد در رفت دقایقی هست که میبینه ساخاش از نیرو و توان افتاده و رو زبونش اون زبون خشک گاو جنگی خارشی حس میکنه که بلکه یه بار یه بار پشمای یه نرگو ساله دیگر رو لیس بزنه سیمون نگاهش کرد و او دلش میخواست که از آن بگریزد سیمون لرزش بازوان مارک را زیر انگشتان خود حس کرد با محبتی ناشیانه آهسته گفت برات خیلی ناگواره که ببوسیم، مارک نیمه جان او را بوسید سیمون گفت ممنونم. برو. تو تنها کسی هستی که من دوست داشتم. مارک دیگر در را پیدا نمی کرد. برادروار سیمون او را بدانجا باز برد، مارک حتی نیروی آن نداشت که به مردی که در آستانه مردن بود خدا حافظ بگوید. سرش از تن جدا شد مارک در این روزها بیش از هر زمان دیگر اندیشه های خود را در نامه هایی که به مادر مینوشت نوشت می افشاد. برای جانهایی که به هم نزدیکند جدایی بزرگترین نعمت است از حیا آزادشان می سازد و میانشان همه موانع را در هم می شکنند. مکاتبه غریبی بود پنداری که نامه های یک مادر و پسر نبود هر دوشان خود را در حاشیه اجتماع میدیدند. نه فقط در جرفای قلب خود از پیش داوری های آن از اخلاق قراردادی و از قوانین آن آزاد شده بودند. هزاران مرد و زن امروز در چنین پایگاهی هستند بلکه با قریزهی مطمئن قوانین خاص خود و پیمان اخلاقی همبستگی و یگانگی خود را تدوین کرده بود پیمان سری مادر و فرزند در جنگل که در دفتر طبیعت ثبت شده بود به تدریج که فرزند بزرگ شده بود خصلت مناسباتشان دگرگون شده بود و مادر به نحوی نامحسوس جای خود را به خواهر بزرگتر داده بود که نزدیکتر بود چکنون آن دو بر یک کرانه اند و رود در میانشان روان نیست هر دو آنجا کنار یکدیگر آبشخور دارند هر کدام آنچه را که شکار کرده است برای دیگری می آورد تجربه هایشان از جنگل و تازه یا کهنه آنها را با هم سهم می کنند و, و از آن میان نه آنچه کهنه تر است در دیده ی جوان کمتر تازه می نماید و نه آنچه تازه تر است خواهر بزرگتر کم مایه ترش می آود. مارک همه چیز فاجعه سیمون را برای آنت باز گفته است. فاجعه ای که زندگی خودش چنان از نزدیک با آن هم پهلو بوده است که پنداری ساتور گیوتین به هنگام فرو افتادن دم گوش خود او سود زده است. مارک به مادر گفته است که اگر سر خود او با این ضربه بریده نشده است تصادفی بیش نیست سیمون می توانست مارک باشد و مارک سیمون نومیدی و دیوانگی جنایت در هر یک از ما پرسه می زند. یکی مقاومت می کند دیگری از پا در می آید و آیا می توان دانست برای چه این او بود. امکان داشت که من باشم. من حق ندارم کسی را محکوم کنم. مارک از این در تعجب نمی افتاد که آنت در جواب می گفت نه خواه تو و خواه من هیچ کدام حق نداریم که این بدبخت را محکوم کنیم. و با او به زبان دلسوزی کسی که می فهمد از سیمون سخن می گوید. ولی آنت می و قلب مارک از آن بر می جهد ولی مارک من به هیچ رو درست نیست که او می توانست تو باشد یا که تو می توانستی او باشی تو همانی که هستی خودت میوه من که می تواند از درخت کنده شود اما نمی تواند کرمو باشد جنایت و رسوایی آری میدانم در تو و در من پرسه میزنند اما در بستر ما راه نخواهند داشت تو هر قدر هم به وسوسه میافتادی بیهوده بود و تو به وسوسه افتاده ای این را تو به من نگفته ای اما من بو میبرم و چه کسی به تو میگوید که من به وسوسه نیفتادم ولی شکر خدا ما را نمی پسندهد. مارک گرمایی در سراسر تن حس می کند. به لرزه می افتد. تو به وسوسه افتاده ای؟ و او نیست؟ این زن به وسوسه افتاده است؟ و این را به او می گوید؟ به یک حرکت دست. هر سن را جارو می کند. اگر این زن از کنار همین پرتگاه ها گذشته است و تا این اندازه به استواری قدم های خیش یقین دارد تماشایی خواهد بود که او یک مرد چنان نباشد با این همه برای آنکه مادر را محک بزند در رازگویی های خود خیلی دورتر از آنچه تا کنون رفته است میرود برخی از ساعات آن دیوانگی را که در شکم جوانان لانه دارد برایش می نویسد. ساعتی که او نفس زنان با انگشتان منقبض در لبه پرتگاه رسوایی از خواب به است و پس از آن می اندیشد این چه بود که گفتم؟ ولی آنت در جواب می گوید تو در لبه پرتگاه بوده ای تا ته آن را دیده ای؟ خوب است. دیگر قافلگیر نخواهی شد. من مارک خودم را برای آن درست کردم که خطر کند. ولی برای آن هم درستش کردم که مقاومت کند. خطر کن. من خطر می کنم و خطر کرده به هر کس امکان آن داده نشده است که خود را از دست بدهد. و آنت با لبخند آزاد و پرشکوه و زیرکانه خود می افزاید. من بیست بار کوشیده هرگز نتوانستم. تو چابک دستتر از من نخواهی بود. پسرم به همین رضا بدهیم و اینک مرا ببوس. وقتی که مارک به این چند خط رسید از شادی دست و پا میزد شیشه اتاقش از آن به لرزه افتاد با یک پک سیگار ننگ را از میان لبان خود بیرون داد. برو در سینه های دیگر جا بگیر. آن روز در کوچه ها از سر گذافه هوای آلوده را فرو می بود. می گفت. من برای خودم هوایی دارم. زیر پاهایم زمین استوار خودم را دارم و در خون خودم رودخانم را دارم. رودخانه ریویر و این نام خانوادگی مارک و مادر اوست ولی رودخانه بار طلا با خود نمی و زندگی آن زمستان سخت گذشت بخت با همه دلاوری مارک سر یاری نداشت و تندرستیش از محرومیت ها لطمه دید او از آنکه دست به جانب مادر دراز کند دریق میورزید و حتی از سر غرور احمقانه پیشنهاد کمک مالی او را رد کرد نخست از آن رو که مطمئن نبود او لغمه را بر خود تنگ نمیگیرد و دوم که این جوجه خروس بیخرد از پذیرفتن پول یک زن تن میزد آیا مادر هم زنی است مثل هر زن دیگر برای او آری امتناعش در نامه ای که می نوشت صدای خشکی داد. اصرار نکن. آنت اصرار نکرد. چه خوش مغزند این مرد ها. و آنت از مرد بودن او بسی خوشنود بود. اما اگر مارک پول آنت را نمی گرفت به اندیشش دل بسته داشت. و اگر آن در این زمستان سخت با او نمی بود خود را سخت، تنها و سرمازده احساس میکرد. مارک به این اندیشه ها، این آتش که هیچ کس نمیدی، خود را گرم میداشت و به که او گمان میبرد، حتی خود آنت آن را نمیدی. ولی آنت با تارهای نهفته ای به او پیوسته بود و نه چنان بود که نتواند در پاره کلمات خشن و به هم فشرده چونان تکه های زغال او فروغ بذر آتش متراکم گشته را ببیند. آنت به نحوی مبهم حدس میزد که مورد ستایشی پاک و پرتبان و تقریبا مذهبی از جانب اوست و این را بی معنی می شمار. اما در دل از آن با فروتنی سپاس می داشت. جنگاوران به پندار عشق و پرستش نیاز دارند. ما شایسته نیستیم ولی از تو ممنونم ای شه سوار جوان من این همدلی شگرف که میانشان بود و به زبان نمی آمد رزمنده جوان را بی آنکه فرو رود از آبهای سیاه و یخزده این ماهای تنهایی و تنگ دستی گذران ولی چه سرمایی در پاها احساس می کرد و آن شب که دیر وقت در کوچه گام بر می داشت. در میان مه در گوشه ای از پیاده رو که روشنایی درست بر آن نمی تابید به نظرش آمد که پیکر آشنایی می بیند. یک باره راه خود را کچ کرد تا بی آنکه خود دیده شود از هویت او سر در آورد. مارک اشتباه نمی کرد. خودش بود. روش. در جایی که فروغ فانوس برقی بدان نمی رسید روش خود را به دکه بسته روزنامه فروشی چسبانده مراقب در یک خانه بود. خم شده، بالاتنه از پناهگاه بیرون زده، گویی در کمین بود. مارک ایستاد و خود را در چند قدمی پنهان کرد. در کوچه هیچ کس نبود. ساعت از جایی زنگ یک پس از نیمه شب را زد. روش تکان نمی خوب. نگاهش به در بسته دوخته بود. در نیمه باز شد. نزدیک بود که روش خیز بردارد و بازوی راستش از تاریکی به درج است و نشانه رفت. اما بیدرنگ تا شد. مردی که از خانه بیرون می آمد آن نبود که انتظارش می کشی. روش از نو کمین گرفت و گوش به صدای پای مرد بیگانه داشت که دور میشد. مارک هم خود را جمع کرده بود ولی بازوی دختر را دیده بود و اکنون میدانست. بی صدا نزدیک رفت و در پیرامون دکه چرخید و او را گرفت. روش از ترس و خشم که خورد و بی کمترین فریادی در حالی که چنگ در گوشت تنش فرو می برد دست و پا زد. مارک با پیچاندن مچ دست او ابتدا سلاح را از کفش بیرون کشید. با خشونت او را به دیوار فشرد و بی حرکت نگه داشت. و در آن حال در پس گردن دختر دیوانه که روی دست او خم شده بود گازش میگرفت آهسته میخواند روش روش منم منم مارک روش نازنینم هیچ نترس دستم و ول کن آخه پس از یک زور آزمایی کوتاه ولی شدید دختر شورید سر شکست خورد و واداد آخرین تکانهای او در میان گریهای بی اختیار آرام گرفت مارک او را که اشک به دهانش میریخت بر سینه خود فشورد. خب دیگه خوب. چانهش رو بالا گرفت و چون نمیتوانست به دستمال خود دسترسی بیابد مانند دایه ها گونه و بینی او را با انگشتان خود پاک کرد روش از پا در آمده خود را به دست او می سپرد. مارک کلاه پارچه اش را که لغزیده بود دوباره بر سرش راست کرد. در هماشفتگی مانتو را که دگمه هایش باز شده بود مرتب کرد و چون مقاومتی در او ندید دست به زیر بازویش برد و آرنجش را گرفت و او را با خود به راه آورد. روش مانند خواب گردان می رفت. کجا می رفتند؟ نمی دارستن. روش نظری نداشت که بدهد. هر جا که مارک می رفت، او هم می رفت. بیان که ببیند. از پهنای کوچه میگذشت با فرمان برداری به راست و به چپ میپیچید برایش چه اهمیت داشت می توانست به همین گونه ته آب برود مارک ماشین سخن میگفت گفت بیان که روش یا خود او در یابد که چه می گوین. از خود می پرسید چه بکنمش به اتاق خودش او را ببرد تنها گذاشتنش در چون این حالی دور از مردمی و احتیاط بود. پاهای مارک او را به سوی مهمان در کوچه کجاس کشان دم در تصمیم گرفت. برو بالا و بلند اندیشید هر کسی به نوبهی خود. اینک نوبت او بود که دختر نومیدگشته را پناه دهد. روش نه اعتراضی کرد نه هیچ حرکتی که نشانه خودداری یا قبول باشد. بالا رفت. در اتاق درویشانه چرکین و آشفته مارک از آنکه روش ببیندش شرم داشت ولی او هیچ نمیدید دختر بر جای خشک ایستاده بود. مارک او را بر تخت خود نشاند. روش بی هیچ واکنش با بازوانی آویخته و دو کف دست صاف نهاده همه ی حرکاتی را که او می گفت انجام می داد. مارک ابرو در هم کرد. لبهای خود را گزید و مصمم شد. کلاه از سر او برگرفت. دگمه های منتوش را باز کرد. کفش از پاهایش به در آورد و او را روی تخت خود خواباند. پیکرش اکنون واکنشی عصبی داشت. زیر موجی از سرما میلرزید مارک زمزمه کرد. برو تو رخت خواب بذار جابجات کنم دخترکم از جا بلندش کرد تا در زیرش ملافه ها را وا کند روش چشم ها باز نگاه گم گشته گذاشت که او رخت هایش را بکند شانه های لاغرش تماس انگشتان ناشی او را که در کار در آبردن رختش بود حس نمی کرد مارک هرچه از لباس های گرم و سنگین که در جامدان خود یافت آورد و روی تخت گستر و تا جوش آمدن چیزی نوشیدنی روی چراغ الکلی کنار تخت نشست و یک دست خود را زیر ملافه ها لغزاند و پاهای دختر را که در جوراب یخ کرده بود میان انگشتان خود گرفت تا گرم شود. هر دوشان از ناتوانی در بی حرکتی یک سانی فرو رفته بودند. جیز جیز کتری که آبش بر شعله آتش میریخت مارک را از آن حال به در آورد. از جا برخواست. کمی شکر با عرق در آب جوش ریخت و سر دختر را بلند کرد تا ای چند به او بنوشاند. مایه از دهانش به در آمد و از چانه در طول گردنش روان شد. سوزش آن روش را بیدار کرد. سرانجام مارک را با دیدگانی که اینک به دیدن رضا میداد نگریست. با چشمانی مسترب فنجانی را که مارک در دست داشت و بخار از آن برمیخواست نگاه کرد و حرکات ناشیانه او را دید که میکوشید قاشقی را به دهانش ببرد. مانند بچه ها دهن باز کرد و فرو برد. اندکی رنگ به گونه هایش باز آمد. با حرکت نامحسوس دست قاشق را کنار زد. مارک به دیدن آنکه او به زندگی بازگشته است خود را سبک بار یافت. شقیقه های او را میان انگشتان خود فشرد و به او گفت. حالا بخواب خوب گرمت هست و تقریبا بیدرنگ چشمش به زیر سر دختر به روی چرکین پشتی افتاد و سخت شرمنده شد به جای آن که پنهانش بدارد گفت ببخش و رفت و حوله پاکیزه آورد و میان پشتی و سر گسترد. این شرمندگی ساده دلانه روش را به کلی بیدار کرد و حتی پس از آنکه که گوشه حوله را بلند کرد لبخندی زد و آن را به تمامی برداشت و بر کف اتاق انداخت و همچنان که اش را به پشتی تکیه میداد چشم ها را بست. مارک باز یک دم منتظر ماند سپس چون او را آرمیده یافت خود به هر طریق که می توانست روی دو صندلی جا گرفت و چراغ را خاموش کرد. در تاریکی صدای روش گفت ولی خودت شب رو چجور میگذرونی؟ نگران نباش جام خوبه تو که نمیتونی رو صندلی بخوابی اولین بار نیست خب دست کم بیا صندلی تو به تخت تکیه بده که نیفتی مارک سندلی ها را به تخت چسباند و پاها به سوی سر روش و سر تقریبا روی پاهای او دراز کشید. روش گفت آها پاهامو بگیر احساس راحتی میکنم مارک بار دیگر پاهایش را در دست گرفت پس از چندی روش گفت خوب پسری هستی نمیدونم گمان نمیکنم وقتی که میگم خوب در مقایسه با دیگرانه مقایسه با کی با سگهای دیگه منم یکی از اونا خود منم یه سگ ماده آها امشب که سگ بودی و با این همه حتی نتونسته باشم شکمشو رو پاره کنم روش لگت هایی در رخت خواب میانده خب کافیه بول نخور ریسمانت بسته است مارک قوزک های پای او را به سختی میفشورد گوش کن مارک دست کم تو باید بدونی سرنوشت، چون سرنوشت چنین خواست که تو در تارهای من بیفتی احتیاج به دونستان هیچی ندارم تازه چی رو بدونم یه داستان احمقانه یه عشق فریب خورده اگه بشه عشق نامش داد بله من این نام رو بهش میدم تازه برام چه اهمیت داره که به این نام باشه یا نام دیگه اون منو خواست منم خواستمش اون از من کام گره منم از اون کام گرفتم و حالا دورم میندازه از من سیر شده یکی دیگر رو میخواد یکی دیگر رو میگیره میخوام بکشمش روش این جفنگا تموم نشد از نو که نمیخوای شروع کنی روش آبدهان خود را فرو برد و دو سه بار بلند نفس کشید سپس گفت تموم شد بله کار نگرفت دیگه از نو نمیشه دست به کار شد ولی لازم دارم که داستانش رو برات بگم تا سبک بار بشم انتقاممو بگیرم دختر بیچاره دلم از این داستانهای چرند تو به هم میخوره ساکت شو از اون گذشته دیگه از زور خواب نا ندارم دارم میمیرم چه کنم؟ بمیر گوش کن برای من یکسانه که دلت به هم بخوره منم دلم به هم میخوره باید این لجنا رو به دماغت بمالم روش سر مارک را از دو گوش در چنگ گرفته بینیش را به ملافه ها میمالید تو ادای سگای ترنودو رو در میاری بیان که خواسته باشم از آب بیرونم کشیدی بعدا به حال تو برای اینکه کار نجات به پایان برسونی باید انبان کینه و درد منم فرو بدی خب خب پس ولی دیری نکشید که به خواب رفت روش که در بستر نشسته روی او خم شده بود داستان خود را شوریده بار در گوش او فرو می و برای بازآوردن توجه او که منصرف شده بود گاه گاه سرش را تکان می داد و با انگشتان تبدار خود در آن می کاوی. ولی زور خواب چربی. مارک قررش او را همچون لالایی کمی آشفته حس می کرد. به شبی در دریا می اندیشید. و آخرین درک آگاهانه ای که در او باقی ماند آن دو پا بود که به هنگام سخن گفتن روش می جنبید. می جنبید و مانند دست تا میشد. شد. روش با آنکه می دانست مدت هاست که او نمی تا پایان داستان خود رفت. و فقط آن وقت بود که سیر گشته و بالا آورده بازی ایستاد به خاموشی ناگهانی این آسیای سخن مارک در خواب حرکتی کرد. آن صندلی که پاهایش بر آن بود واژگون شد. روش دست برد و کمربند او را گرفت و با دو بازوی خود که به گردن کفلش گذراند خفته را روی تخت نزدیک خود قلتاند. مارک لباسهای خود را به تن داشت ولی پاهایش برهنه بود. روش آنها را روی پشتی کنار گونه خود نهاد و سر مارک از آن سو نزدیک پاهای او بود و روش در خواب به او پیوست. بدین سان آن دو شب را در کنار یکدیگر گذراندند. دختر زیر ملافه ها و مارک بالای آن هر دوشان از خستگی از پا درآمده بودند. با هم یک پارچه شده بودند و بدان گونه که در چنین سن و سالی میتوان خفت هفت ساعت پیاپی بی کمترین حرکتی خوابیدند نزدیک ساعت یازده صبح بود که هر دو یک جا با هم بیدار شدند مارک حیرت زده به یک خیز نشست گونه روش را به پاهای خود چسبیده دید با شتاب پاها را جمع کرد و زیر خود برد و منمن کنان گفت ببخش ببخش ممنونم و مانند او به دو زانو نشست آن دو مانند دو کاهن بودایی روی تخت چون مزده زده چشم به یکدیگر دوخته بودند مارک گفت شرمنده میکنی روش بینی خود را به بینی مارک مالی. شرمنده باش شرمنده باش پسرک بی من از این بهتر پشتی هرگز نداشتم چه خواب خوشی انگار خودم رو شستم از همه اون کینه تلخی که آلودم کرده بود خالی شدم مطمئنم از اون چه دیشب روی تو پاشیدم نه چیزی گوش دادی نه چیزی به خاطر سپردی مارک در حافظه خود گشت حتی یک کلمه اب نداره هر چی تو چند تم بود به دستت رسید. تو هر کار بکنی بیفایده است دوست من یک روز تکه پاره های از اون رو باز پیدا خواهی کرد زیرا من اونها رو از درز استخوان ها تو کلت فرو کردم وقت گفتن دهنم و به کلت چسبونده بودم چه هدیه خوبی چه میتوان کرد جز با خالی کردن بار خود روی دیگری نمیشه سبک بار شد و تو سبک بار شدی؟ کاملا معده خالی قلب آزاد پاک و پاکیزه پس خوبه دیگه حرفی ندارم و خوب کاری میکنی زیرا اگه جرأت میکردی و چیزی از دیشب به رخ من میکشیدی انکار میکردم انکار میکنم یکم جرأت کن هیچ اتفاقی نیفتاده روش او را به مبارزه می در برابر اطمینان این چهره خندان و آرامیده که دیگر از تشنجات دیشب اثری بر آن نبود مارک دهانش از تعجب باز ما ای زنای لعنتی هفت جون و هفت تا چهره داری روش گفت این خیلی کمه و گونه مارک را در میان دستهای خود نگه داشت و نشگونش گرفت پسر خوب پسر کوچیکم چه لاغری چقدر من مدیون تو هم ایش تصورشو میکنی؟ نه در صدد نباش بهتره که فقط من باشم که به اون پی میبرم ولی من هم خیلی خوب به اون پی میبرم اوه اوه اینو ببین پر رو احمق خودپسند، حالا میخوای خدمتی رو که انجام دادی به رخ من بکشی؟ شایدم ادعا داری که من بهاش رو باید بپردازم خب البته که باید بپردازی جود قیمتش رو بگو اینکه پیش من تعهد کنی که دیگه هرگز این کار رو از سر نگیری هر بار که بخوام از سر بگیرم میام و از تو اجازه میگیرم و اگه من اجازه ندم از تو اطاعت میکنم لحنی محکم و جدی و چشمانی رک و راست به یک باره جانشین سخنان ریش خندامیز شده بود. چشم ها می گفتند. بازی تمام شد. مارک گفت. بزن اینجا. تو دیگه پیمان بستی. هر دو دستهای همدیگر را رو گرفتند. روش پاها را از زیر خود به در آورد و گفت. حالا بریم نهار بخوریم. عجیب گرسنه. و روی کف اتاق جست. مارک ناراحت بود. کیفش یک سر لاغر بود. روش حدس میزد. به گستاخی گفت خرجتم من میکشم. من پول میدم. مارک به شدت اعتراض کرد. بچه جون تو به میل من رفتار خواهی کرد. وگرنه هیچ کاری صورت نگرفته. من کشتارم رو از سر میگیرم. مارک چانه میزد. دهن تو ببند. وقتی بازش خواهی کرد که بشقاب غذا جلوت باشه روش میخوای کنفم کنی؟ خب البته برای تندرستیت خیلی خوبه بس که غرور داری نزدیک بترکی من باید ازش خون بگیرم تو صابون مالیم کردی هر کی به نوبت خودش راستی بگو ببینم تو هرگز نذاشتی که زن خرج تو رو بکشه البته که نه بسیار خوب خرج ناهارت با من خواهد بود روش دست های خود را به هم مالید. چرخی زد. بازوی مارک را گرفت و نشگانی هم در پلکان از او گرفت و با او به کوچه رفت. در رستوران دانشجویی گوشت خونچکانی بل ایدن. روش یک تکه پنیر بسیار چرب بری بر آن افزود با یک شیشه شراب کهنه بون چشمانش به شوخی می و به ریش مارک می نمی‌بایست او را به مبارزه طلبید. مارک از سر تسلیم خود را به دست او رها می کرد و با این همه بسیار خورسند بود با وجدانی خاموش و کرخ شده مانند سگ پاسبانی سیر خورده چه خوب است دست کم یک بار به قدر اشتها غذا خوردن پس از آن که بیرون آمدند مارک دیگر می بایست بر سر کار خود برود روش به او گفت کلید اتاقت رو به من بده شب مارک برگشت و روش را در اتاق خود دید که میان توده پیراهنها و جورابهایش نشسته بود و وصله میزد. همه ی کشوها و جامدانش را خالی کرده بود. کاغذها و رختهایش روی تخت خواب و دو صندلی و کف اتاق پراکنده بود و در آن میان همه چیز هم پاکیزه نبود. به هیچ رو. مارک زیر جامعه های خود را در گوشه ی گنجه میانداخت. روش همه را بیرون آورده مرتب کرده شمرده وارسی کرده بود و حتی مقداری هم رخت در تشت شسته بود چند تکه زیر جامه و دستمال روی تنابی جلوی پنجره پهن شده بود تا خشک شود مارک دیگر میخواست که زمین بشکافد و او را فرو برد هیچ چیز برایش آن اندازه ناگوار نبود که بگذارد بدبختی های جسمی و آلودگی های جامعه زیرش را دیگران ببینند خود را روی تخت افکند و چشم ها را با دو دست پنهان کرد با لحنی گل آمیز می گفت آخ نه 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 روش با ساده دلی گفت خوب خوب مگه این چیزا کاملا طبیعی نیست همه این جند پاره درست برای همین خیلی احتیاج به انگشتای من داشتن. نه توی این زباله ها کسیفشون میکنی. انگار که اونا عادت به این کار ندارن. هر کی زن باشه هزار چیز دیگرم میبینه. خوب نیست. نه. نه تو حق نداشتی. من اون حقی رو دارم که تصاحبش میکنم. بعد از ماجرای دیشب لازم بود که من دوباره امتیازی بر تو کسب کنم و کسبش کرد امروز بعد از ظهر فرصت رو غنیمت دونستم به تو گفته بودم صابون مالیت خواهم کرد و کردم بچه کسیف مارک که از شرم ساری نفسش بریده بود از اتاق می گرید. روش کار دوختنی را که در دستاش به دور دنبال مارک دوید و بازویش را گرفت و او را باز آورد بچه کوچیک عزیزم اینجوری باز بیشتر دوست دارم مارک همچنان سر بر میگرداند روش دست بر چانهاش نهاد و سرش را بر محور گردن چرخام خره گنده ما با هم خواهر و برادریم خواهر و برادر بدبختی مارک با قرولان اما خندان و شوریده گفت خواهر برادری خوک بچه ها چی از این بهتر؟ مارک کمکش کرد تا رختها را جمع کند شب فرا می رسید میباید چراغ افروخت روش گفت برای امروز کافیه یک بعد از ظهر دیگم کار داره فردا برمیگردم مارک گفت چی میخوای بری البته میرم به خونه خودم روش تعصف او را دید بله دوست من دوبار نمیشه خطر کرد و ماجرای قشنگ دیشب و تکرار کرد مارک سر و روی غمزده ای داشت روش خندید تو اینجور فکر نمی کنی؟ وقتی که یک بار برخلاف هر گونه انتظار این کارت ها این اندازه با توفیق همراه بوده از سر گرفتنش به وسوسه انداختن شیطان شیطان؟ به از این آرزویی نداره که به وسوسه بیفته خب بله و همچنین دختر شیطان پس پس نه حق با توه آنچه داشتیم بیش از اندازه خوبه. روش موهای خود را با انگشتان به زیر کلاه می و خود را در آینه‌ای که به پنجره آویخته بود نگاه می کر. مارک را پشت سر خود می دی. روی هم رفته پسر خوبی هستی. تو هم اوقدر را بد نیستی. ولی یقین داشته باش برای هم خوابه هم به اندازه کافی بدم. روش رو برگردانده آماده جنگ بود. مارک گفت پس ما دوتا چی؟ ما دوتا؟ درست خیلی جای خوشبختیه که هم هم نیستی. خب دیگه محض ادب سر و روی افسرده به خودت نگیر. محض ادب نیست. چرا دروغ گو؟ خودت هم با من بگو. چه خوب؟ مارک دستها را به سوی او پیش برد. روش آنها را گرفت چه خوب که تو تو باشی و من من باشم و دست هم دیگر رو بگیری. دیشب پاهای هم را هم گرفته بودی تو روی من قدم گذاشتی و منم روی تو قدم گذاشتم روش اگه برای هم دیگه دوست و هم خوابه نیستیم پس چی هستیم؟ زمین هم دیگه هستیم توی لجنزار فرو می رفتیم پاهامون دوباره به زمین سفت رسید روی زمین پا گذاشتی حالا دوباره به راه میافتی پیش از به راه افتادن یک بار که برای همیشه نیست میتونیم همدیگر رو ببوسیم مانند دو بچه خورد سال با همه دهان خود یکدیگر را بوسیدند مارک پرسید ولی تو بر میگردی نه؟ چاره نیست پاره پوراهای تو گدا رو دستمه و از اون گذشته امروز هیچ چیز نگفتی فردا حرف بزنیم